سلام علیکم، من مامانشم، یعنی مامانش بودم، نه هستم اینجا. حالتون چطوره؟ مامانه نیومده برنامه رو صاحب شد. مامان امروز چی میخوای برامون درست کنی؟ میخوام خورشت کدو حلوایی درست کنم. خوششانس هست. چیا داره کدو حلواییت؟ کدو حلوایی خیلی ساده است. طبق معمول پیاز، گوشت، کدو حلوایی، نمک و فلفل و زردچوبه و دارچین و آب لیمو و شکر و زعفرون. باریکلا. بریم درست کنیم؟ بریم. پس بریم که درست کنیم. خب، خورشت کدو. اول پیازا رو خرد میکنیم. من همیشه پیازو به روش خودم خرد میکنم، اینجوری نازک نازک. تا پیازاتو خرد کنی این گوشتو بذارم اینجا. شکر میخوای؟ این از شکر بذار اینم بذارم اینجا چون بریز تو قابلمه. احتمالا آبم گفتی برای جوش کنم. آره، اینم از آب که بره جوش بشه. خب با من کار نداری؟ نداری. من میرم اونجا پشت اون یکی دوربین صدام کن. مرسی. من کلن پیاز توی غذا، هر غذایی باشه، از آش و خورشت و اینا، پیاز غذا بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. اگه همیشه یه دونه میریختیم و این دفعه دوتا بریزیم. اینم پیاز دومی. خب حالا شروع میکنیم به درست کردن غذا. اول گاز روشن میکنیم، روغن میریزیم، کمی که روغن داغ شد پیازا رو کم کم میریزیم توش که از حرارت نیفت. کمی که طلایی شد زردچوبه و فلفل رو می‌ریزیم. تو زعفرون داره، زردچوبش خیلی زیاد نیست. یه قاشق و نصف یه قاشق چای خوردیم. یه قاشق و نصفی هم فلفل. بعد گوشتمون رو می‌ریزیم. برای اینکه گوشتا جمع نشه هم نمی‌زنیم اولش، یعنی گوشتا کوچولو میشه ولی سریع هم بزنه، یه ذره خودشو بگیره. الان بهنام، من به وجود تو احتیاج دارم. الان میرسم خدمتتون. من آب جوش میخوام. خوب، نجات رس مادر آمد. من از لب تو منتظر
یه ذره آب جوشه. آب جوش از لبه. بزن. بریز. الان گوشت رو جدا میذاری بپزه؟ آره. بسته دیگه. اصلا برم. مراحت میشه. ته میشه. حالا یه ذره نمک میزنیم. حالا در زودپز رو میبندم. نیم ساعت طول میکشه تا گوشتمون پخته شه. میریم سراغ کدوهای حلوایی. بهنام جان این داره سوت میزنه، تو بذارش روی گاز تا من این بقیه کارامو اینجا انجام بدم. یه ماهیتابه میخواییم برای سرخ کردن کدوها. خب، حالا این کدوها رو مدل دلخواه خودمون چی نگاه میکنی؟ چرا به اینا میگن کدو حلوایی؟ برای اینکه یه مقدار شیرینه. البته بذارم اونم من امتحان نکنم اونم کدو شیرین هست یا نه. شیرینه؟ نه اصلا. البته ما درستش میکنیم، شیرینش میکنیم. بذار بازم زیادش کنیم. خب کدوها رو به ترتیب میچینیم توی ماهیتابه تا سرخ بشه. امروز هوا خیلی خوبه. اینجا که میبینین من وایسادم یه آفتاب قشنگی افتاده. مامان جان وقتشه که دیگه ما برنجو بذاریم. آره دیگه. روشن کنم؟ روشن کن دست داره. حالا شیبا کدو حلوایی دوست داری یا نه؟ من تا قبل اینکه این خورشت رو بخورم نه اصلا. اولین بارم بهنام میخواست برام درست کنه میگفت من دوست ندارم، من خورشت شیرین بدم میاد. ولی خیلی خوب بود. این اصلاً شیرینی نداره. اصلاً شیرینی نداره. شنگ سرخ شده. اوکیه. من به اندازه است. وسطی ها رو بر میدارم. دوباره از این آثاری میتونم توش. خب مامان خانوم گوشتات پخت. من بود. اوکی. به به. گوشتی چه چیزی. خب حالا ما گوشتامون پخته. اجازه بدین یه چک کنم. بله. نمیشه خورد؟ نه دیگه الان نمیشه. ما تمام این کدوها رو که از قبل سرخ کرده بودیم میچینیم یه ور ماهیتابه. بزرگتر رو بذارم زیر به خاطر اینکه کدوها سریع له میشه. خب به نظرم که از شیوا خانم درخواست کنیم بیاد اون تو رو بگیره. اون تو الان خوشگل میشه. نه؟ بیا. بعد گوشتامونم میریزیم این گوشه دیگرش.
برای اینکه من آب اضافه نکنم و همین آب گوشت که داغه مقدار زعفرون میریزم. شکرم به اندازه ای که ذائقتون چقدر شیرین دوست داشته باشه. من حدود 4 قاشق غذاخوری بزرگ شکر ریختم. یه مقدارم آب لیمو اضافه میکنیم. باز آب لیمو هم میشه بعدن بیشترش کرد، بستگی به ذائقتون داره که ترش و شیرین دوست دارین یا شیرین. اینو کاملا میدیم روی غذا. درشو میذاریم، منتظر میشیم تا جوش بیاد. حالا غذامون کامل به جوش افتاده، کمش میکنیم، حدود 1 ربع 20 دقیقه صبر میکنیم تا کدو بپزه و آماده بشه برای خوردن. من به خاطر اینکه دارچین عطر و طعمش رو از دست نده یه مقداری دیرتر میریزم تو غذا. حالا موقعشه که دارچینش رو بریزم. همین یه قاشق سرخالی کافیه. منتظر میمونیم تا آماده بشه. مامان خانم چی کرده؟ همه رو دیوونه کرده. مامان خانم چی کرده؟ همه رو دیوونه کرده. چی بخته مامان؟ گرسنه‌ته. مادر جان غذا بخوریم یا خجالت؟ بر من خیلی کم بذاری، بس دیروز نکنیم. برنج رو من میکشم. باشه. شما برامون خورش بکش. باشه. من که اینجوری گنده برمیدارم شیبا از اون پشت دوربین همیشه چپ چپ نگاه میکنم. خب بیار جلو. آبه چه زیاد بیار. باشه من برات کدو بذارم. بعد بوش که خیلی خوبه. گوشت بذارم. آبیشو بریزم. آبیشو زیاد بریم. این از بچگی عاشق آب خورشت بود. هنوزم هست. ممنونم. باز خودتم بگیش. یه دن بگم بریزم. بس. مرسی. دارم به این دوربین نشون میدم. حالا به ما نشون بدی بد نیست. چی رو نشون بدی؟ به نام بگو چی شده، خوب شده یا بد؟ اجازه بدی، من نمیدونم از کدوم برش شروع کنم، خیلی خوشگله. به نام تستر منم. من عاشق اینم که تو غذاهای شیرین گوشت ریش ریش تر میشه. لذت میبرم. آب دهن رو دارین شما؟ خودش غذا درست میکنه اینجوری نمیشه. خدا لعنت کنه هر کی گفته باید آدم ها لاغر باشن. راست میگه. خدا لعنت کنه رژیمو. یعنی زندگی فقط خوردنه تو این روزگار. ماما عالی شده. نوش جونت. واسه کسایی که نخوردن این غذا رو نمیدونم چجوری توصیفش کنم.
نه اونقدر شیرینه که مثلا یاد فسنجون بندازته، نه اونجر مثلا چه میدونن ترشه که مثلا یاد مرغ ترش بیفتی، یه مزه ملس کرهیه. بعد این کدو حلوایی ها تو دهنت که آب میشه احساس میکنی واقعا لقمه کره. واقعا غذای سالم و راحتیه برای پختن. یک بار امتحان کنین. البته این کارایی که من کردم ها. لایک، کامنت و از همه مهمتر سابسکرایب یادتون نره. و اگه دوست دارید که این خوشگل خانوم بازم براتون غذا درست کنه و افتخار بده که تو چنل بنده حضور داشته باشه، اون کامنت ها رو بترک کنید. نوشه جون برید خودتون رو ببوسید، ما غذا اون رو تمام کنیم چون من نمیتونم الان دست بکشم. برام چطوره؟ خیلی خوبه. دستپخت زنتو دوست داری؟ بدون گوشت رفتم، گوشتم عالیه. یه دونم با گوشت برو ببینیم چطوره. دستپخت الهه رو دوست داری؟ دستپخت الهه رو دوست داری؟ بله بابا. چند ساله داره برات آشپزی میکنه؟ من 50 ساله. نه بابا، راضی بودیم 50 سال از زنه؟ بله بچه. اوه الله، مراقب زیباییتون باشید. موهاشو شونه نکردم.